بازکنگ زنگه دوره سا سوگنگه به میدو خیلی خوش اومدید. امروز اومدید با همدیگه دوباره اوف بودی با همدیگه یک سری از تکس خیلی خنده‌دار رو با حالا بخونیم. پیجش منبعش پیدا کردم. اوف تمام تکسایی که امروز قرار اینجا با هم دیگه بخونیم همش از پیج مهدی حسن‌زاده 13 برداشتم که پیجش روی تصویر براتون میاد، حتما فالوش بکنید. دمش گرم، خیلی تکساش نابیه. اینستاگرام من روی صفحه میاد، توییتر من روی صفحه میاد، حتما دو جا رو فالو کنید. بریم ویدیو رو شروع کنیم. اوه امتحان داری، درس بخون. همیشه توی عکسای دسته جمعی اینستا از اونی که خوشت میاد تگ نشده و اینستا نداره. جدا اینستا با یه فکری به این قضیه بکنه. بابا شماره‌شو بذار. از عکس دختر مردان سوء استفاده کردن خبر بش بدیم. بیب کجای عکس تو دارن استفاده میکنن؟ قدیما خوب بود، توالت ته حیات بود، الان میری توالت با قبلی صدای تلویزیون زیاد گانی. انصافا هیچی بدتر از این چی نیست. مهمون بیاد خب بعد دستشویی هم نزدیک داخل. اوف زنفونی مودزارت. خدا رو شکر اینترنت دیر اومد تو دست و بالمون، وگرنه الان مدرک سوم راهنمایی هم نداشتیم. انصافا از موقع که اینترنت اومد خیلی درس ها یعنی نه انصافا نه خدایش خیلی هم بازو پیشرفت شد. ما چقدر سرچ میکنیم تو اینترنت برای اعضای بدن، استفاده های مفید. خیلی کمک کرد. نه بابا انصافا خیلی کمک کرد. نوشته بدترین خاطره سفرم گم شدن چمدونام تو پاریس بود. من برم پاریس خانواده من گم کنم بازم بهم خوش میگذره. پاریس من برم که فرار میکنم. دست خانواده کلا. این قضیه بزرگ میشم خوشگل میشم تا چند سنی تا چه سنی جا داره؟ یادتونه چقدر بهمون گفتم بابا هنوز جا داره، قدش بلندتر میشه. چه غمی خواه بلند شه؟ برنج مگه قد میکشه؟ چه خبره؟ اینم خیلی باحال بود. بزرگ میشم خوشگل میشم. انصافا منم ببین بچه بودم واقعا قیافم تعریفی نبود، الانم تعریفی نیست، ولی خیلی بهتر شدم، خیلی تغییر کردم، اصلا جا افتادم الان. واسه همین تغییر میکنه، نگران قضیه نباش. با 47 کیلو وزن میگی سیکس پک دارم؟ اون ستون فقرات از جلو زده بیرون داداش. وای من که 45 کیلو بودم، 40-45 کیلو بودم. وای استوری کرده بودم قبلا تو بخش هایلایت باشگاهم هست، حتما برید نگاه کنید من چی بودم چی شدم. خوبی؟ منم که میخندونمتون، بعد شما عاشق یکی دیگه میشین. انصافا خجالت بکش. من باعث خنده 1,000,000 آدم میشم، بعد تو آخر سر میری به اون یکی کثافت میگی آقا این امشب شام چی خوردی؟ کوف خورده به تو چه؟ آخرش هم یکی میاد داری تو منو سلام میشه جواب بدی؟ نه حرف تو بزن، بگو چی میخوای، حرف تو بیا چی بگو اول. سلام با دوست دخترم با 4 تا اکانت مختلف دوست شدم، اینجوری حداقل خیالم راحت دست غریبه نمیفته. دو تا چی؟ حالا شما هم داخل قرکشونا شرکت بکنید با چند تا اکانت مختلف و چند تا شماره اینا میرید مثلا چی کار میکنید یا نه؟ به هنوزم دوست پسراتون رو با دوستاتون چک میکنید؟ واقعا اینقدر بیکارین؟ عاشق اونایی هم که دوستشون رو میفرستن که بره دوست پسرشون امتحان کنه، بعد همون موقع دوست پسر رو دختران، بعد کلا اون دو تا با هم دیگه دوست میشن. That's what you get. امروز که بعد از مدت ها صفحه گوشیمو تمیز کردم فهمیدم دختری که دوستش دارم خال نداره. آی محمد من برگشته میگه نه انصافا گلسمو عوض کردم، موضوع تصویر عوض شد. داداش چی میگی؟ دوستانی که دیشب حلالشون کردم بی زحمت امشب حلال بک بدن، وگرنه فردا آن حلالشون میکنم. چقدر بیمزه است. یعنی چی؟ اگه میشد بفهمم اینایی که آن فالو میکنن انتظار چیو داشتن از من خیلی خوب میشد. باورتون میشه من روزی 5000 تا آن فالو دارم؟ باورتون میشه همچین چیزی؟ واقعا نمیدونم دلیلش چیه. چرا من چیو قبلا داشتم که الان ندارم؟ به غیر از اینکه بدنم قشنگتر شده ماه شدم. چرا دیگه هیچ فادی تو فامیلا نیست؟ قبلا از هر دو سه تا دختر خاله و دختر عمه یکیشون فاتی بود. به خدا قسم الان فاتی وجود داره، آندرکاور شدن، اسمشون عجیب غریب شده. پارمیدا، شهلا، محوش، پریبش، غلط کرد، شوهر کرد. من نمیدونم اسم فاطمه مگه چشه اینقدر میترسین از این اسم؟ خب بگین فاتی جون. تا حالا دیدی کسی با جی تی ای بازی کردن رانندگی یاد بگیره؟ نه ولی بچه های ما با نید فور اسپید تونستن یاد بگیره، من خودم با اون یاد گرفتم. پس تو هم با استوری جنگی دعوایی نمیشی؟ انصافا عاشق اینا هم که استوریاش اینجوریه. شما یکی یکی ترقاتونو بترکونید بوله، ما هم میشینیم یکی یکی بغض هامونو میترکونید. گچلر سن چرا الان چی شد؟ چی کارت کردن؟ به خیلی اشتباهی اعتماد کردم.
چی شده؟ بستنی ها تو یخچال تموم شده. روابط امروزی. آقای امروز مدرسه چطور بود؟ به ورزش داشتم خانومم، یه گل زدم. فدای مسی خودم بشم. آی خدای من. هنوزم پسر بچه ها میرن جلو مدرسه دخترها دنبال دوست دخترهاشون؟ خیلی حرکت بدی بود، نکنید. اگه این کارو میکنید دیگه نکنید. خرید درمانی فقط اونجاش که سر 50 تومن تخفیف با فروشنده چونه میزنی ریده میشه تو اعصابه. انصافا خرید درمانی حقه. من نمیدونستم، یعنی قبل اصلا این چیزا مال دختراست مثلا، ولی عملا خیلی چیز مسخره. این جمله فقط مال دختراست. اول که این جمله نگید، خیلی بده. دارم میگم که نگید کلا. من رفتم ترای دادم، حق بود، خیلی حق بود. اصلا معجزه میکنه. من امروز از قرار برم خرید درمانی، از دیرو برنامه‌اش چیدم. میخوام برم کفش بخرم، لباس بخرم، داره خدا. عطرین جمله ایرانی ها وقتی میخوان کات کنن، خوشبخت بشی. آره موفق باشی. تو رو سگ نگاه نمیکنه. پسرا نوشته اگه نباشی آسمان رو به زمین میدوزم. لاشی تو خشته که تو مامانت میدوزه. الگی دختر مردم بدبخت نکن. خیلی خوب بود. آه تو خشته که تو مامانت میدوزه. راستی بعضی خیلی گنده گوزن، یعنی عاشق اینا هم که میگن کامنت هیت مینویسن زیر مثلا پستای ما، نگاه میکنی عکس مثلا گاد آف وار گذاشته با شمشیر مثلا به اسمو الون بوی سویج 021. ای خدایا گوزو بچه هارت عکس بازی کامپیوتری گذاشت تو پیجش داش گوزوهای مجازی. به دوستم پی ام دادم گفتم چجوری مغرور به نظر بیام، گفت دیر سین کن. الان دو سه سال پی ام میده سین نمی کنم. آه برای بچه هایی که من خیلی دیر به دیر دایرکتشون جواب میدم، الان دارم این قضیه توضیح میدم بهتون که واقعا از دست من ناراحت نشین. اینقدر براتون ارزش قائلم، اینقدر برام مهمید. ماچ بهتون آتیشا. من واقعا دیگه شده دایرکتامو فکر کنم هفته یه بار اینا میرسم جواب بدم اون حرفا. واقعا خیلی درگیر کارو این حرفا. میبینید که دارم هر روز ویدیو میذارم، کلم کارهای دیگه و سورپرایزهای دیگه که الان نیست قرار داره. آره واسه همین من یکم دیر به دیر میرسم دایرکتامو جواب بدم. تو رو خدا دست من ناراحت نشید. قناری ما تو روستامو ساعت نداریم، خروسمون رو یک متر بردیم جلوتر. نایس. مگس هم عقل ندارن. از کن همین الان جلو چشم داداشتو کشتم، دوباره میای میشین رو همون نقطه بام. پلاسک این آموسا دعوا دارن، نمیدونم چرا اینطوری هن. بی همین الان یه پش بی برا. چنده دوست دارم خیلی خوبه، ولی ناموزن جمله ریختم به حسابت یه چیز دیگه. آره آره این راست میگه. این حسو برای ما یوتیوبرها فرق داره. میبینیم گوگل برامون پول ریخته، خیلی حس خوبی. با دوست دخترم بحثم شد، دیدم 18 ثانیه وایس خالی فرستاده، گفت یعنی دیگه باید حرفی ندارم. انصافا دخترها اصلا فوق العاده. اوج طرهای اونجاست که آرایشگر تنها کسی که دست لای موهات میکنه. دهنت سرویس. این خیلی خوب بود، این خیلی خوب بود. منم یه تایمی هر کی بهم گیر میداد که چرا موهاتو اینقدر کوتاه میکنی، چرا کچل میکنی، نه گفتم موهامو زدم تا نره لای انگشتای کسی. حالا اگه اسمم رضا بود سکوت علامت جواد بود. آه دیگه میگن سکوت علامت رضا است. نایس. چه مغز مریضی داری در سرویس. مامانم ازم پرسید اسم اون بالشه که رو مبل میذارن چیه، گفتم کوسن. یه جوری زد تو دهنم که انگار تقدیر من اونا کوسنن. اونا آها آره کوشن میشه در واقع چیزش، نه انگلیسیش ما بهش میگیم کوسن که اونطوری نشه. داداش تو طرح فلزی که داری سگی که کمربندت، بعد میگی دخترها پرستن. آی راست میگه، طرف هیچی نداره گوزو، دخترها پرستن. یه گلن یه کمربند داری از کل فلزات زندگی. از صورت تغییر احساس هم نسبت به آدم ها میتونن برق دلید کنن. تو این استیگرام من رو ندیدی، یه جوری دل میبندی بعد همون موقع پاره میشه بند دلت به یکی دیگه میچن. یعنی به من نگید ایشالله عروسیت، بگید ایشالله مهاجرت. انصافا ایشالله مهاجرت همه تون لامصب. اصلا نگم خدایا شکرت. چرا حرومزاده داریم ولی حرومپور نداریم؟ الان فهمیدم زاده پور. آها آره تو فامیلا نه که خیلی زاده و پور داریم. الهی چنان که سرانجام کرد خوشنود داشتی و من کانادا. وای پس آخر دوست دارم برم کانادا. نه نیویورک رو بیشتر دوست دارم. آره نیویورک رو انصافا خیلی بیشتر از کانادا دوست دارم. مکمل گرون شده باف خیلی خوابیده. داشت ارگانی هرچی میمون زشتر اومنشر را حسده ازا حسدش بیشتر. این خوب بود، این رو دوست داشتم. نایس. ذکر هر روز مردم ایران 8 صبح الهی به امید تو 10
شب ریدم توی زندگی. این ریدم توی زندگی خیلی خوبه، وای خیلی خوبه. I pooped in this life. این پنبه که قبل آمپول میمالن استرسش از خود آمپول بیشتره. آره خداییش، آره آره خیلی ترسناکه. من اصلا فوبیای آمپول و این حرفا رو اصلا ندارم، ولی راست میگه انصافا استرس میده به ملت. انقدر سریع جایگزین نکنید، چای دفته دستشویی بابا. واو پسر رو از این ویدیو امیدوارم از لذت برده باشه، کلی خندیدم، خیلی لذت بردم من اینکه شخصا شما رو نمیدونم. حتما حتما نظرتون داخل کامنت ها برام بنویسید. اینستاگرام من، توییتر من روی صفحه میاد، حتما فالو بکنید. میبینمتون تا بعد. بابا شاملو اگه میدونست انقدر قضیه رو کش میدین تو سیکرت چت با آیدا حرف میزد.